امروز هم اومدم با یک ایده یوتیوبی خیلی خفن دیگه که یکی از چنل که دقیقا توی همین زمینه داره فعالیت میکنه ماهانه 13000 هزار دلار داره درآمد کسب میکنه اگر میخواید بدونید که این ایده چیه و تا صفر تا صدش یاد بگیرید حتما حتما تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید سلام به های عزیز خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من امروز هم با هم دیگه بریم برای بررسی یک ایده بسیار بسیار بمب یوتیوبی که خیلی ساده میتونید این رو اجرا بکنید حتما حتما تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید اگر ویدیو براتون مفید بود لایک کنید کامنت برام بذارید و چنل رو هم سابسکرایب بکنید دمتون حساب بگم و بدون معطلی بذارید سراغ ویدیوی امروزمون خب دوستان همونطور که میرید ما الان وارد پلتفرم سوشال بلید شدیم سوشال بلید خب یک پلتفرمی هستش که میاد درآمد تمامی چنل های یوتیوب و یوتیوبرها ها رو به ما نشون میده زمانی که وارد این پلتفرم میشیم و اسم این چنل رو سرچ میکنیم که اسمش هستش وایلد ورسس برای ما میاره که درآمد ماهانش 13 هزار دلار و درآمد سالانش 158 هزار دلار هستش و ماهانه 3 میلیون ویو داره به دست میاره که درآمد خیلی خیلی عالی هستش و خیلی زیاد داره پول در میاره اگر به حساب و درآمد واقعا خوبی میشه و کلا تا این لحظه 47 تا ویدیو آپلود کرده از سال 2020 -20 چنلش ساخته شده تایپ یعنی مدل چنلش حیوانات هست که جلوتر کامل بهتون توضیح میدم دقیقا داستانش چیه تا این لحظه 211 میلیون و 900 هزار تا ویو گرفته و 775 هزار تا هم سابسکرایبر داره دوستان پایین تر اگر بیایم میبینید که روزانه بین 400 دلار تا 900 دلار هم داره درآمد به دست میاره که درآمد خیلی عالی هستش روزانه 909 دلار و خیلی خیلی های خوبی رو داره حتی به صورت روزانه هم به دست میاره اما اگر وارد یوتیوب بشیم و چنلش رو بخوایم با هم دیگه ببینیم بچه ها اسم چنل همونطور که گفتم هستش Wild ورسس و موضوع چنل در رابطه با حیوانات هستش وقتی که میایید وارد این چنل میشید میبینید که کلی تامنیل های جذاب و جالب رو داره میبینیم در رابطه با حیوانات یه جورایی این چنل مثل راز بقا میمونه بچه‌ها راز بقایی که قسمت های مختلفش رو همینطوری داره آپلود میکنه مثلا اگر بخوایم با هم دیگه ببینیم نمونه هاش رو نوشته که لحظه هایی که مثلا حیوانات هی... مختلف با خرس روبرو شدن میدونم مثلا صحنه های خیلی مثلا چیز عجیب غریبی که چه مثلا چرا جگوار کروکودیل رو میکشه این یکی مثلا زمانی که ها با حالا برق مثلا برخورد میکنم اینه که یک میلیون ویو گرفته این یکی مثلا در روزه پیش گذاشته هفت هزار تا یکی سه هفته پیش گذاشته شونزه هزار تا یک ماه پیش بیس هزار تا اما یک موضوع جالبی که در رابطه با این چنل هست اینه که اگر دقت بکنید بچه ها آپلود ویدیوهاش به شدت نامنظمه ده روز پیش سه هفته پیش یک ماه پیش یک ماه پیش سه ماه پیش سه ماه چهار ماه چهار ماه چهار ماه, چهار ماه، پنج ماه و تقریبا ماهی دو تا نهایتا داره ویدیو میذاره که اصلا عدد خوبی نیستش بچه ها ماهی دو تا ویدیو واقعا عدد کمیه و نسبت به موضوع چنلش خیلی عدد کمیه بچه ها و یوتیوب این مدل چنل ها رو خب بالاتر نمیاره یعنی هرچی شما هرچی شما آپلود بیشتری داشته باشید و بیشتر ویدیو آپلود بکنید یوتیوب هم چنلتون رو بیشتر نشون میده و چنلتون رشد بیشتری میکنه ولی خب این چون خیلی دیر به دیر داره ویدیو آپلود میکنه یعنی الان نزدیک مثلا فکر میکنم دو سال هستش که داره بذارید اگر ویدیوی قدیمی ترین رو با هم دیگه ببینیم بذارید با هم دیگه ببینیم بچه من بزنم که قدیمی ترین ویدیو رو به ما نشون بده البته قبلش باید قند شکنم رو روشن بکنم اگر ببینیم قدیم سرنج فکر می‌کنم نزدیک دو سال هستش که داره فعالیت میکنه و خب توی این دو سال کلا ببینیم چند تا 47 تا ویدیو آپلود کرده که خیلی عدد کمیه بچا 47 تا ویدیو واقعا عدد زیادی نیستش برای این مدت زمان یک سال داره فعالیت میکنه بچا البته دو سال هم نیستش و یک سال 47 تا ویدیو واقعا عدد کمی هستش ولی ویدیوهای میلیونی میبینید که چقدر زیاد داره بچا یعنی توی یک سال تونسته برسه به درآمد ماهانه 13000 دلار اگر یکی از ویدیوهاش رو بخوایم با هم دیگه ببینیم مثلا این لحظاتی که حیوانات مختلف با خرس ها روبرو شدن یک ویدیویی که حالا شما ستاشو اصلا نمیشناوید ولی یک فردی داره روی ویدیو صحبت میکنه و یه حالتیه که تمامی تصاویر مثلا از خرس ها رو اومده جدا کرده تصاویری که خرس ها مثلا اومدن حمله کردن به حیونا حمله کردن به آدم ها و از این جور چیزها اما نس... تصویر خاصی روش داره نه هیچ چیز دیگه فقط با یک ادیت بسیار ساده اومده ها رو پشت سر هم قرار داده و یک فردی اومده روش صحبت کرده که شما هم به سادگی می ترید این کار رو انجام بدید اما دقت بکنید بچه ها این ویدیو ها خب الان یک فردی داره روشون صحبت میکنه و تصاویر همینجوری پشت هم قرار داده شده اگر شما روی ویدیو صحبت نکنید و تصاویر رو پشت هم قرار بدید باز هم بازدید خیلی بالایی رو میتونید به دست بیارید اما اون موقع با مانیتایز شدن کانال یوتیوبتون ممکنه که به مشکل بخورید یعنی ریسکش میره بالا اگر روی ویدیو صحبت نکنید ریسک اینکه مانیتایز نشید هم میره بالا پس شما میتونید خیلی ساده اگر زبان انگلیسی بلدید که بیاید خیلی ساده روی ویدیوتون انگلیسی صحبت بکنید اگر زبان انگلیسی بلد نیستید میتونید حتی بیاید همین رو به صورت فارسی هم اجرا بکنید ولی خب فارسی بازدید کمتری رو میگیره اما راه دیگه‌ای که وجود داره اینه که بیاید از فایور یا حتی پونیشر استفاده بکنید بچه‌ها پلتفرم‌هایی هستن که میتونید سرچ بکنید مثلا تولید محتوا رو اگر توی پونیشر بزنید که یک پلتفرم ایرانی هم هستش میاد یه پولی رو میدید مثلا به یک فردی و میاد برای شما میخونه متن رو پیدا کردن متنش هم خیلی ساده هستش اصلا متن خاصی نمیخواد فقط حالت یک رشی باید باشه که مثلا آره خرس داره نزدیک به گراز میشه گراز فرار میکنه و فلان اینجوری باید بیاد روی ویدیو صحبت بکنه به صورت انگلیسی و برای ادیت ویدیو میتونید از انواع ویدیو ادیتورها استفاده بکنید بچه ها مثل فیلمورا مثل خود کنوا مثل حتی پریمیر و حتی میتونید با موبایلتون هم ادیت بزنید و اگر مرتب ویدیو آپلود بکنید و حداقل هفته یه دونه ویدیو بچه دیگه هفته یه دونه واقعا عدد کمی هستش هفته یه دونه ویدیو آپلود بکنید مطمئن باشید که بعد از 3 4 ماه میتونید به درمت های خیلی خیلی عالی برسید اما برای پیدا کردن تصاویر و ویدیوهاش میتونید از پیکسل استفاده بکنید میتونید از پیکس بی استفاده بکنید بچه الان همه اینا رو براتون بهتون نشون میدم پلتفرم های هستن که از همه اینا میتونید استفاده بکنید میتونید حتی توی اینترنت سرچ بکنید بچه سرچ بکنید مثلا چه میدونم مثلا من الان بیام اگر سرچ بکنم خرس خب بیر رو سرچ بکنم روی ویدیو بزنم میبینید که کلی 1200 تا ویدیو در رابطه با البته این الان آبجو هستش بچه‌ها حالا من اگر بتونم خرس چه نوشته میشه خب بچه‌ها من اینجا به جای ای ای گذاشته بودم یه چیز دیگه برام ورده بود ولی اینجا سرچ بوک های که برای من کلی تصویر آورده نزدیک 300 تا تصویر از خرس آورده میتونید از پیکسبی هم دقیقا همین رو استفاده رو بکنید من اگر بیام بیرر رو سرچ بکنم که اسم خرس هستش میگه که کلی تصویر رو در رابطه با خرس‌ها برای من میاره میتونم حتی تو اینترنت سرچ بکنم مثلا موضوعی که از ویدیوها رو چه میدونم مثلا لحظات حمله خرس به حیوانات دیگه اینو که سرچ بکنم کلی ویدیو کوتاه برام میاره که همه این ویدیوها رو میتونم به هم بچسبونم با برنامه های ادیت ساده بچه ها میگم نمیخواد ادیتور بگیرید چون ادیت پیچیده ای اصلا نداره میبینید ادیتش خیلی ساده استش فقط همینجوری کات خورده رفته ویدیوی بعدی کات خورده رفته ویدیوی بعدی نه جلوه خاصی داره نه هیچ چیز دیگه شما میتونید از برنامه های ادیت موبایل حتی استفاده بکنید از برنامه های ادیت مثل فیلمورا روی کامپیوتر استفاده بکنید که خیلی استفاده ازشون ساده هستش و به همین سادگی دوستان شما هم میتونید به یک درآمد خیلی ساده اونم از یوتیوب برسید که خیلی خیلی درآمد مطمئن و عالی هستش اگر ویدیو براتون مفید بود حتما حتما کانال سابسکرایب بکنید لایک بکنید کامنت هم بذارید و اگر باز هم ایده یوتیوب ای انگلیسی میخواهید یوتیوب فارسی میخواهید حتما توی کامنت ها برام بنویسید که بدونم این سبک ویدیوها رو دوست دارید و اگر این ویدیو رو هم برید و ببینیدش